کسب اجازه از محضر اساتیدم آقایان دکتر محمد علی مبهر و دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی که افتخار شاگردیشون همیشه برای من هست و خواهد بود، و با سپاس از همه مسئولان و دستاندرکاران مؤسسه خیریه و عام‌المنفعه دارالاکرام. در این تقریبا 15 دقیقه‌ای که در محضر سروران خواهم بود، بحثی مربوط به حوزه روانشناسی اخلاق طرح خواهم کرد با اختصار هرچه تمام‌تر و امیدوارم با شفافیت. شکی نیست که به لحاظ نظری انفاق، یعنی انفاق مالی، یعنی گذشت از مال خود در راه خدمت به هم نوع، یکی از وظایف مهم اخلاقی ماست. هیچ مکتب، هیچ نظام و هیچ نظریه اخلاقی تا الان قائل نشده است به اینکه یکی از وظایف اخلاقی انسان انفاق مالی نیست. گذشتن از مال، ایثار از حیث مال برای بهروزی و خوشی هم نوعان محل اجماع است که یکی از وظایف عمده اخلاقی ماست. اما سوال بر سر این است که چرا با اینکه به لحاظ نظری انفاق مالی رو همه انسان‌ها کم و بیش وظیفه اخلاقی تلقی می‌کنند، ولی به لحاظ عملی اون مقدار که از لحاظ نظری مورد قبول واقع شده به لحاظ عملی معمول واقع نمیشه؟ یعنی چرا با اینکه من کاملا قائلم که انفاق مالی وظیفه اخلاقی منه، ولی عملا این وظیفه اخلاقی رو کمتر انجام میدهم یا چه بسا اصلا انجام ندهم؟ این نکته ایست در روانشناسی اخلاق. فقط بحث من در این جلسه منحصر است به انفاق مالی، بقیه وظایف اخلاقی از شمول بحث من بیرونند. سخن بر سر این است که ممکن است من انسان اخلاقی باشم، یعنی نیکخواه هم نوعان خودم باشم و عقیده داشته باشم به اینکه انسان وظیفه نیکخواهی در حق هم نوعان خودش رو داره و در این مورد نیکخواهی مالی، اما عملا به این نیکخواهی ترتیب اثر ندهم. یعنی به زبان ساده‌تر چرا همیشه نیکخواهی به نیکوکاری تبدیل نمیشه؟ نیکخواهی هست اما تبدیل به نیکوکاری نمیشه. در ذهن من، در ضمیر من، در درون من نیکخواهی نسبت به هم نوع وجود داره در بحث ما نیکخواهی مالی، ولی چرا تبدیل به نیکوکاری مالی نمیشه؟ یعنی چرا آنچه در عالم درون من، در عالم ذهن و ضمیر من، در عالم روان من میگذره، این در دست و پای من جاری میشه؟ علت این شکافی که در این میان هست چیه؟ چه چیزی شکاف بین نیکخواهی و نیکوکاری ایجاد میکنه؟ فقط البته در اینجا، یعنی در مسئله انفاق مالی. در سایر مباحث اخلاقی بحث‌های علاهده ای روانشناسان اخلاق انجام دادن. به زبان ساده تر، کسان نیکخواه بشر نیستن به کنار، اونها هیچ. اما فرض رو بر این بگیریم که ما کسانی باشیم که نیکخواه بشر باشیم و بنابراین اساساً به چیزی به نام وظیفه و تکلیف اخلاقی در جهت ایثار مالی قائل باشیم. چرا این ایثار مالی که به لحاظ درونی به ارزشمندی اخلاقیش قائلیم لزوماً در مقام عمل انجام نمیگیره؟ این در همه وظایف اخلاقی قابل بحث و گفتگوه، ولی من فقط الان در باب نیکخواهی از لحاظ ایثار عرض میکنم. در اینجاست که من میخواستم به این عوامل
چه مؤثر است در این که تبدیل نشود نیکخواهی به نیکوکاری و من در عالم درونم بمونم. فقط میخواستم به این عامل اشاره بکنم. عواملی که در اینجا قابل بحثن شش عاملند. همه این شش عامل از مقوله توهمات ماست، از مقوله خطاهای شناختی ماست، ولی با این همه امکان داره که این توهمات و این خطاهای شناختی پیش بیاد و باعث شود که من نتونم نیکخواهیم رو تبدیل به نیکوکرداری بکنم و نیکوکاری. اولین عامل اینه، ممکن است ما انسان‌های به شدت عاطفی باشیم. انسان عاطفی دست به نیکوکاری میزنه، ولی وقتی که یک صحنه رقت‌انگیز پیش چشم داشته باشه، وقتی من یک گدای پیرمرد یا پیرزن ژنده پوش بیمار گونه رو میبینم، این صحنه اگر انسان عاطفی باشم شدیداً منو تحت تأثیر قرار میده و خب وقتی استمداد از من کرد یا نیاز مالیش رو به من گفت، من امکان این که کمک مالی رو بکنم فراوانه، به دلیل اینکه انسان عاطفی ام. اما گدایانی رو که نمیبینم اونا رو این حالت رو نسبت بهشون ندارم. انسان‌های عاطفی در برابر صحنه‌هایی که در منظر و مرآشون هست به شدت حساسن، اما صحنه‌هایی که از منظر و مرآ و از تیررس حواسشون بیرونه دیگه نسبت به اونها حساسیت ندارن. این انسان‌ها کسانی هستند که به لحاظ عاطفی کمک‌کار دیگران می‌توانند بود، ولی به لحاظ اخلاقی کمک‌کار نمی‌تونند. انسانی که اخلاقی است براش فرق نمی کند که کمک گیرنده یک صحنه رقت انگیز پیش چشم او ایجاد کرده باشه یا صحنه رقت انگیزی پیش چشم او ایجاد نکرده باشه. فراوان دیده اید که ما نمیتونیم بر سر چهارراه‌ها در کوی و برزن نمیتونیم گداها رو جواب رد بشون بدیم، اما میتونیم گداهایی را که نمیبینیمشون در اندیشه کاروبار و روز روزگارشون نباشیم. عاطفی بودن فرق داره با اخلاقی بودن. عاطفی بودن اگر تبدیل بشود به عاطفی بودن تحت شمول عقلانیت، او تبدیل میشه به اخلاقی بودن. اگر من فقط عاطفی باشم و عاطفی بودنم تحت شمول عقلانیت نباشه، اون وقت در این صورت به آنچه پیش چشمم میبینم واکنش مناسب نشون میدم، ولی به همه فقرها و فلاکتها و رنجها و تلخیها و مهنتها و مرارتهایی که در پیش چشم من نیست حساسیت ندارم. انسان اخلاقی چنین نیست. برای انسان اخلاقی مهم نیست که من صحنه رو پیش چشم داشته باشم یا نداشته باشم. بنابراین اولین عامل اینه که من به جای اینکه انسان اخلاقی باشم صرفا انسان عاطفی باشم و عاطفی بودنم رو تحت شمول و حاکمیت عقلانیت نیاورده باشم. وقتی اینطور باشه فقط صحنه‌های تأثیر برانگیز منو تحریک میکنه و صحنه‌هایی که مفقودن و پیش چشم من نیستن منو به هیجان نمیارن، منو به عمل و کنش وا نمیدارن. این نکته اوله. حالا اینکه چگونه میشود عاطفی بودن تبدیل به اخلاقی بودن بشه، یعنی چگونه میتونه عاطفی بودن زیر شمول حاکمیت عقلانیت قرار بگیره و انسان عاطفی در عین عاطفی بودنش تبدیل به اخلاقی هم بشه، اون داستان دیگری است که از محل بحث من بیرونه. این عامل اول. عامل دوم اینه که ممکن است کسی گمانش بر این باشه که کمک‌های مالی مهمترین کمک‌هایی نیستن که انسان به هم نوع خودش میتونه بکنه. من نیکخواهم، خیلی میخوام بهروزی و خوشی هم نوعان خودم رو ببینم، ولی عقیده ندارم که برای بهروزی و خوشی هم نوع خودم مهمترین کار کمک مالی باشه. گمان میکنم کمک‌های غیر مالی مهمترن.
مثلا ممکنه گمان بکنم کمک‌های سیاسی مهمترن، کمک‌های فرهنگی مهمترن، کمک‌های آموزشی پرورشی مهمترن و توجه به این نکنم که در عین اهمیت اون کمک‌ها، کمک‌های مالی به جهت اینکه ضرورت‌های معیشتی یعنی ضرورت‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک رو برآورده می‌کنن حتما تقدم دارن بر کمک‌های دیگه. اون وقت در این صورت می‌بینید نیک‌خواهی من در قلمروهای دیگه تبدیل به نیکوکاری کاری میشه، اما در قلمرو به امور مالی چون برای امور مالی گویی اهمیت تراز اول قائل نیستن، در اینجا نیکخواهی من همون نیکخواهی میمونه و تبدیل به نیکوکاری نمیشه. این عامل دومه. عامل سوم اینه که ممکن است من اعتماد نداشته باشم به کسانی که بین من و فقرا واسطه گری میکنن، اعتماد نداشته باشم که سازمان هایی که به نام مؤسسات خیریه، مؤسسات عامل منفعه، مؤسساتی که به هر نوعی از آنها دارن فقر زدایی میکنن، این مؤسسات ممکن اعتماد به صداقتشون نداشته باشن و معتقد باشن من کمک مالی میکنم اما این کمک مالی چنان که من کردم به دست مستحقانش نمیرسه. اگر من به این واسطه ها اعتماد نداشته باشم و معتقد باشم هیچ مؤسسه‌ای در جامعه من وجود نداره که بتونه با صداقت، با امانتداری دقیقاً آنچه را که من میدهم به دست مستحقان و در خورانش برسونه، در این صورت هم نیکخواهی من تبدیل به نیکوکاری نخواهد شد. بلکه چون در جامعه های توده‌ای امروز کمتر امکان این هست که من بیواسطه کمک مالی بکنم و همیشه کمک های مالی در اعم اغلب موارد نیاز به یه واسطه هایی دارن، خب اگر من به این واسطه ها شاک باشم یا اگر ظن بد داشته باشم به این شاک مؤسسات و معتقد باشم که هیچ مؤسسه ای نیست که از بدگمانی من بتونه معاف و مستثنا باشه، وقت در این صورت چه بسا کمک نمی کنم چون قائلم به این که این کمک نمی رسد به جایی که باید برسه، در محل خودش قرار نمی گیره، در موضع بجا مصرف نخواهد شد. اینم یک توهمه. چون این نیست که در جامعه همه مؤسساتی که مؤسسات خیریه هم شفافیت کاری نداشته باشن و انسان نتونه به صداقتشون و به امانتداریشون اعتماد عقلایی و بجا داشته باشه. این هم در واقع یک توهمه. دیدگاه رأی و دیدگاه چهارمی هم ممکنه در اینجا دخیل باشه و اون این که مؤسسات واسطه مؤسساتی هم مورد اعتماد من، همه مسئولانشون، دست اندرکارانشون، از صدر تا زیر، از خرد تا کلان، همه انسان‌های امین، همه انسان‌های درستکاری هستند و بنابراین حتماً کمک مالی من به دست فقرا میرسه. ولی یه چیز دیگری در کاره. کسانی هستند دیگرانی که از این کمک‌های مالی سوء استفاده می‌کنند. مثال بزنم. دولت‌ها ممکنه سوء استفاده کنند از کمک‌های مالی مؤسسات خیریه، چون مؤسسات خیریه فقر رو کم میکنن، فقر رو کم میکنن، پس نارضایی مردم رو کم میکنن و از نارضایی کم مردم رژیم‌های سیاسی سوء استفاده میکنن. و ممکنه من گمانم بر این باشه که این کمک‌ها سوپاپ اطمینانی هستند برای رژیم‌های سیاسی جائر، رژیم‌های سیاسی که به وظیفه خودشون عمل نمی‌کنن، رژیم‌های سیاسی که سوء نیت دارن. اون وقت بگم من به این مؤسسه اعتماد دارم اما چون میدونم از حاصل کار این مؤسسه سوء استفاده‌های دیگران می‌کنن، من کمک نمی‌کنم. من اونقدر کمک به این مؤسسات نمی‌کنم تا نارضایتی عمومی از فقر افزایش پیدا بکنه و رژیم‌های سیاسی سرشون به عقل توجه بکنید و توجهشون به ملت بیشتر بشه و بدونم که اگر این وضع ادامه پیدا بکنه امکان سقوطشون، امکان افولشون هست و به خود بیان. در واقع انگار در این تصور
افراد فکر میکنن که خود کمک کردن من کار درستی است، کمک من هم به دست درست کارانی به فقرا میرسه، ولی از این فرایند کمک من و کمک رسانی مؤسسات وابسته کسان دیگری سوء استفاده میکنن و برای جلوگیری از سوء استفاده های اونها من این کمک ها رو نمیکنم. کم نیستن کسانی که متاسفانه گمان میکنن که این تصور درستی است، ولی این تصور تصور درستی نیست. ما چه سوء استفاده ای رژیم های سیاسی بکنن از کمک های مالی به مردم و کاهش سطح نارضایی مردم به لحاظ فقر، و چه چون این سوء استفاده ای صورت نگیره، ما نمیتونیم وظیفه اخلاقی خودمون رو فراموش کنیم. وظیفه اخلاقی هر کسی در هیچ اوضاع و احوالی ساقط نمیشه به جهت سوء استفاده ای که دیگری یا دیگرانی ممکنه از این انجام وظیفه اخلاقی انجام بدن. این هم یک نکته است. نکته بعدی که وجود داره اینه که ممکن است کسی به هیچ کدوم از این دیدگاه ها قائل نباشه، ولی قائل باشه در جامعه ما به قدر کفایت کمک صورت میگیره، دیگه نیازی به کمک من نیست. توجه میکنید به تعبیر قدمای ما، من به کفایت وجود داره، دیگه به اندازه کافی کمک صورت میگیره و دیگه این اندک و چند پشیز کمکی که من میکنم این کاری برای کسی نخواهد کرد. کمک ها اونقدر فراوانه و اونقدر خلل و فرج اقتصادی و معیشتی مردم با اون کمک ها پر میشه که دیگه نیازی به این نیست که من کمکی بکنم. خب این هم توهم بزرگی است. حتی در کشورهای پیشرفته غرب، حتی در کشورهایی که هم به لحاظ اقتصادی اقتصادهای پیشرفته و سالمی دارن و هم به لحاظ سیاسی رژیم‌های عاقل، رژیم‌های خیرخواه و رژیم‌های وظیفه شناسی بر کشورشون مسلطن، حتی در اون کشورها هم فقر همچنان میتونه وجود داشته باشه و حتی در اون کشورها هم هنوز کسانی هستن که نمیتونن ضروریات زندگی خودشون رو یا چیزی شبیه به ضروریات زندگی خودشون رو برآورده بکنن. هیچ وقت من نباید گمان بکنم که به قدر کافی کسانی هستن کمک بکنن که دیگه کمک من ارزشی نداره. اینم یک توهمه. اما توهم آخری که وجود داره اون اینه که کسی بگه ما هم در جهات دیگری خودمون نیازمند به کمکیم و چون آینده ما مبهمه، من چرا این چیزی رو که پسنداز کرده ام به فقرا بدم؟ ممکنه فردا فرزندان من جزو فقرا باشن. در کشورهایی که آینده مبهم دارن، در کشورهایی که آدم مطلقا اعتماد نداره به آینده کشور خودش به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ حقوقی، اون وقت ممکنه کسی گمان بکنه که بله، من الان یه مازاد بر احتیاجی در هر ماه درآمد دارم که دیگه مازاد بر احتیاجمه، ولی فردا رو چه دیدی؟ ممکنه فردا همین من بر اثر یک سیاست غلط اقتصادی، بر اثر یک سیاست غلط سیاسی، بر اثر یک خط مشی غلط حقوقی، خود من کسی بشم محتاج کمک دیگران، خانواده خود من محتاج بشن. بهتر نیست که به جای اینکه این مازاد بر درآمد کنونی رو صرف فقرای کنونی بکنم، بگذارم صرف فقرای آینده بکنم که اون فقرای آینده ممکنه فرزندان خود من باشن. در همه کشورهایی که آینده سرشار از ابهامه و متاسفانه کشور ما یکی از شاخص‌ترین کشورهاست از لحاظ اینکه آینده سرشار از ابهام درش وجود داره، ممکنه کسانی نیک‌خواه بشرن ولی بگم که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، من نیک‌خواه دیگرانم ولی چه بکنم که نمی‌دونم فردا خودم آیا محتاج این نخواهم بود، بنابراین گویا به صلاح منه که این پسنداز رو بگذارم برای کسانی که از خویشاوندان خود منن، از نزدیکان خود منن، خانواده هسته‌ای منو تشکیل میدن و نیکخواهیم رو دایره شمولش رو تنگ کنم و به خانواده و خویشاوندان نزدیکان خودم اختصاص بدم. اینم به نظر میاد
عرض کنم که توهمی بیش نیست. ما نمیتونیم وقتی در جامعه کنونی کسانی از گرسنگی و از بی‌بهداشتی و از بی‌آموزشی رنج میبرند به خاطر یه آینده‌ای که شاید بیاید و شاید نیاید، نمیتونیم وظیفه اخلاقیمون رو به تعویق بیاندازیم. به تعبیر دیگری ما یقینیات رو به خاطر آنچه که مظنونات است نباید رها کنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما هستیم.